قوی ترین تلسکوپی که ما انسان ها تونستیم بسازیم 18 دسامبر 2021 قرار پرتاب بشه میخواد بشه چشم جدید ما برای دیدن عجایب این دنیا تو این ویدیو که خیلی از شما پیشنهاد داده بودید زیرو بم این تلسکوپ رو در میاریم ببینیم که چطور ساخته شده چه ویژگی هایی داره چه امکاناتی داره چرا ادعا میشه که قرار دانش ما از جهان هستی رو متحول کنه همون کاری که تلسکوپ هابل کرد پس تا آخر این ویدیو با من باشید پروژه‌ای که نتیجه شد تلسکوپ فضایی جیمز وب تقریبا از سال 1990 شروع شد یعنی همون زمانی که هابل کارش رو شروع کرد دانشمندا شروع به معرفی یه جانشین برای هابل کردن که ویژگی‌های خیلی بهتری داشته باشه اسم این پروژه رو گذاشته بودن تلسکوپ فضایی نسل بعد یا NGST تا 1997 ناسا تخمین زد که این پروژه 500 میلیون دلار هزینه لازم داره تقریبا ده سالم طول میکشه تا کامل بشه یعنی اولین تاریخی که برای پرتابش در نظر گرفته بودن سال 2007 بود. سال 2002 به افتخار جیمز وب یکی از مدیران ناسا تو دهه 60 میلادی اسم پروژه رو گذاشتن تلسکوپ فضایی جیمز وب یا JWST. اما این پروژه فقط مربوط به ناسا نیست. در اصل یه کار مشترک بین ناسا و آژانس فضایی اروپا و آژانس فضایی کانادا. هر کدوم از اینا یه بخشی از کار رو به عهده گرفتن. تا الان تقریبا 14 سال تاریخ پرتابش عقب افتاده. که باعث شده که هزینه هاش هم خیلی بیشتر از اون چیزی بشه که قبلا پیش بینی شده بود الان این تلسکوپ با کشتی منتقل شده به گویان فرانسه که یه منطقه کوچیک تو آمریکای جنوبیه که تحت حاکمیت فرانسه است اونجا قراره با موشک آریان 5 ساخت سازمان فضایی اروپا به فضا پرتاب بشه محل قرار گرفتن این تلسکوپ تو فضا یکی از نقاط لاگرانژی زمین و خورشیده به نام نقطه ال2 که تقریبا 1.5 میلیون کیلومتر از زمین فاصله داره نقاط لاگرانژی نقاطی یعنی هستند که وقتی که یه جسم نسبتا کم جرم اونجا قرار میگیره نیروی جاذبه ای که از طرف خورشید بهش وارد میشه با نیروی جاذبه که از طرف زمین بهش وارد میشه همدیگر رو خنسا میکنن تلسکوپ ما دور این نقطه لاگرانژی L2 میچرخه کلا بین هر دو تا جسم بزرگ تو فضا 5 تا نقطه لاگرانژی وجود داره که با فرمولای دقیق میشه جاشون رو مشخص کرد اما قبل از اینکه ادامه بدم واجبه که یه معرفی کوتاه از امواج الکترومغناطیس بگم تا اون دوستانی که اطلاع کافی ازش ندارن بهتر متوجه موضوع بشن پرتوهای الکترومغناطیسی از یه میدان الکتریکی و یه میدان مغناطیسی تشکیل شدن که به همدیگه عمودن هر چقدر فرکانس این امواج بیشتر باشه انرژیشون بیشتره فرکانس به طور ساده یعنی تعداد بالا پایین شدن یه موج توی یه ثانیه پس هرچی توی یه ثانیه بیشتر بالا پایین بره فرکانسش بیشتره حالا ما اومدیم این امواج رو از کمترین فرکانس تا بیشترین فرکانس دست بندی کردیم به هر کدوم یه اسمی دادیم کم فرکانس‌ترین ترین امواج الکترومغناطیس رو میگیم امواج رادیویی رادیو تلویزیون ماهواره موبایل اینا همه از امواج رادیویی استفاده میکنن یه مقدار که فرکانسشون بیشتر باشه بهشون میگیم ریزموج یا مایکروویو بعدش امواج فروسرخن بعد از فروسرخ همون نور مرعی وجود داره که چشمای ما میتونه ببینه پس تمام نورایی که چشم ما میبینه در اصل یه بخش خیلی کوچیکی از این امواج الکترومغناطیسه بعد از نور مرعی امواج فرابنفشه بعد از فرابنفش هم پرتوهای ایکس و پرتوهای گاماس که پر انرژی ترین امواج الکترومغناطیس هن. اون بخش نور مرئی باز خودش تقسیم میشه به های مختلف کم فرکانس ترین نور نور قرمز پر فرکانس ترین نور هم نور بنفشه برای همین به امواجی که قبل از نور مرئی هستن میگن فروسرخ یا مادون قرمز یعنی پایین از قرمز یا به امواجی که بعد از نور مرئی هستن میگن فرابنفش یعنی بالاتر از بنفش ترکیب همه این رنگا با هم میشه نور سفید خب پس ما امواج الکترومغناطیس رو بر اساس فرکانسشون دسته‌بندی کردیم اما این امواج یه ویژگی دیگه هم دارن به نام طول موج فاصله بین دو تا قله پشت سر هم یا دو تا دره پشت سر هم رو میگن طول موج این طول موج با اون فرکانس نسبت عکس داره هرچی که فرکانس بیشتر باشه طول موج کوتاهتره. یعنی مثلا پرتوهای گاما کوتاهترین طول موج رو دارن برعکس هرچه که فرکانس کمتر باشه طول موج بلندتره امواج رادیویی بلندترین طول موج رو وقتی که یه موج الکترومغناطیسی طول موج بلندتری داشته باشه موقع حرکت کمتر به موانعی که سر راهش هست برخورد میکنه در نتیجه مسافت طولانیتری می‌تونه میتونه حرکت کنه به خاطر همینه که ما از امواج رادیویی برای تلویزیون و ماهواره و موبایل و این چیزا استفاده میکنیم چون طول موج بلندتری دارن موقعی که تو هوا حرکت میکنن کمتر به مولکولای هوا برخورد میکنن کمتر از بین میرن خب این شد یه خلاصه کوتاه از امواج الکترومغناطیسی برگردیم سر بحث اصلیمون یکی از اصلی ترین ویژگی هایی که تلسکوپ جیمز وب داره اینه که ساخته شده تا از امواج فروسرخ برای رصد ستاره ها و کهکشان رو استفاده کنه هر جسمی که گرم باشه از خودش امواج فروسرخ منتشر میکنه هرچی که گرم تر باشه با شدت بیشتری این کارو میکنه اما اجرامی که تو فضا هستن همه نوع امواج الکترومغناطیسی میتونن منتشر کنن هم فروسرخ هم مرئی هم فرابنفش هم بقیه امواج هابل وقتی که روی یه نقطه تمرکز میکنه امواج مرئی و فرابنفش رو دریافت میکنه اما وب امواج فروسرخ رو دریافت میکنه با بقیه کاری نداره ولی چرا این تلسکوپ رو اینجوری ساختن مگه امواج فروسرخ چه ویژگیهایی داره که این همه هزینه کردن که یه تلسکوپ بسازن که فقط فروسرخ رو بتونه رصد کنه چند تا دلیل داره دلیل اول مربوط میشه به صحابیا صحابی ابراه خیلی بزرگی از گاز و گرد و غبارند که داخلشون این گازها بر اثر جاذبه به هم فشرده میشن و ستاره های جدید رو تشکیل میدن. پس هرچی بهتر بتونیم داخل این صحابی ها رو ببینیم، اطلاعات بیشتری میتونیم به دست بیاریم از مراحل تولد ستاره ها. اما مسئله اینجاست که هابل نمیتونه خیلی خوب داخل این صحابی ها رو ببینه. دلیلش اینه که از نور مرئی و فرابنفش استفاده میکنه که وقتی که از فضای پر از گرد و غبار صحابی رد میشه مقدار زیادیش از بین میره برای همین تلسکوپ وب از امواج فروسرخ استفاده میکنه که طول موجش بلندتر از نور مرئی و فرابنفشه این طول موج بلندتر همونطور که گفتم باعث میشه که کمتر به موانعی که سر راهش هست برخورد کنه پس با این روش ما میتونیم داخل صحابی ها رو خیلی بهتر ببینیم مراحل تولد ستاره‌ها رو دقیقتر دنبال کنیم. البته هابل هم یه دوربین فروسرخ جدید روش نصب شد ولی خب توانش هیچ‌وقت به یه تلسکوپی که به طور کامل از فروسرخ استفاده کنه نمی‌رسه. دلیل دوم مربوط میشه به موضوع انبساط جهان و اینکه اون اوایل که تازه جهان به وجود اومده بوده چه اتفاقاتی افتاده. هابل یه تصویر معروف داره به نام میدان خیلی عمیق هابل. که نتیجه چند سال کار کردن این تلسکوپ روی یه نقطه خیلی خیلی ریز از فضاست. با زوم کردن روی این نقطه، هابل تونست از یه تعداد خیلی زیادی کهکشان عکس بگیره که میلیاردها سال نوری از ما فاصله داشتن. این کهکشان‌ها قدیمی‌ترین کهکشان‌هایی یعنی هستن که تالا تونستیم ببینیم. یعنی مربوط میشن به دورانی که جهان تازه شکل گرفته بود به خاطر انبساط جهان این کهکشان‌های اولیه دائما در حال دور شدن هن. تمام این نقطه های ریزی که تو این عکس میبینید هر کدومشون یه کهکشان کامل که چند میلیون یا چند میلیارد ستاره داره این تصویر به اندازه خودش فوق العاده بود ولی مسئله اینه که ما میخواستیم بدونیم که وقتی که از این جلوتر بریم چه اتفاقی میفته اونجا چی میبینیم؟ قبلا درباره یه اتفاقی به نام ردشیفت یا انتقال به سرخ صحبت کردم ولی بازی خلاصه ای ازش میگم ستاره ها و کهکشانهایی که به خاطر انبساط جهان از ما دور میشن نوری هم که از خودشون منتشر میکنن اصطلاحا کش میاد یعنی طول موجش میره به سمت طول موج بلندتر به سمت طول موج نور قرمز برای همین به این اتفاق میگن رد مشکلی که این قضیه پیش میاره اینه که کهکشانهایی که خیلی از ما دورن نورشون خیلی دچار رد میشه انقدر طول موجش بلند میشه که دیگه وارد محدوده امواج فروسرخ میشه دیگه با هابل نمیتونیم ببینیمشون خارج از توانایی هابله اینجاست که تلسکوپ جیمز وب به کمک ما میاد حالا که ما ابزاری داریم که میتونه امواج فروسرخ رو با یه دقت خیلی بالایی رصد کنه میتونیم خیلی بیشتر پیش بریم و از اولین ستاره ها و کهکشان‌هایی که بعد از بیگ بنگ تشکیل شدن اکس برداری کنیم. میتونیم مراحل تشکیل کهکشان‌ها و تولد ستاره‌ها رو بهتر ببینیم. دلیل سومی که تلسکوپ وب از امواج فروسرخ استفاده میکنه مربوط میشه به سیاره‌هایی که دور ستاره‌های دیگه می‌چرخند. ما برای اینکه بفهمیم روی سطح این سیاره‌ها چه موادی وجود داره، از یه روشی استفاده میکنیم به نام تیف جذبی یعنی نوری که از این سیاره‌ها دریافت میکنیم و تجزیه تحلیل میکنیم تا بفهمیم چه مولکولایی رو سطحشون وجود داره امواج فروسرخ نسبت به نور مرئی و فرابنفش بهتر میتونه این کار رو انجام بده پس با وجود تلسکوپ وب شناخت ما از سیارات خارج از منظومه شمسی هم خیلی بیشتر میشه یعنی از نظر جستجوی زندگی فرازمینی هم اهمیت زیادی داره درسته که استفاده از فروسرخ مزایای زیادی داره ولی خب چالش‌های بزرگی هم برای این تلسکوپ ایجاد کرد که یکی از دلایلی که باعث شد پرتابش چند بار عقب بیفته همین چالش‌ها بود تلسکوپ‌های فروسرخ برای اینکه بتونن بهترین عملکرد خودشون رو داشته باشن باید تو دمای خیلی پایین کار کنن نزدیک به صفر مطلق دلیلش اینه که همونطور که گفتم هر جسمی که گرم باشه یا از صفر مطلق دماش بالاتر باشه از خودش امواج فروسرخ منتشر میکنه پس اگه تلسکوپ ما گرم باشه پرتوهای فروسرخی که از بدنه خودش منتشر میشن با اون پرتوهای فروسرخی که از کهکشان دوردست بهش میرسن با هم تداخل پیدا میکنن دیگه نمیتونه دقت کافی داشته باشه کارای خودش رو از دست میده پس تلسکوپ ما باید تا جایی که راه داره خنک بمونه برای حل این مشکل تو تلسکوپ‌های قبلی از دستگاه خنک کننده استفاده میشد مثلا تلسکوپ اسپیتزر که سال 2003 پرتاب شد از هلیوم مایع برای خنک شدن استفاده میکرد مثلا تلسکوپ وایز که سال 2009 پرتاب شد از دستگاه‌های خونک‌کننده استفاده می‌کرد. اما مشکلی که این روش داره اینه که سیستم خونک‌کننده‌شون بعد از چند سال از کار میافته. در نتیجه دماشون بالاتر میره. دیگه نمیتونن با یه دقت خوبی امواج فروسرخ رو رصد کنن. از طرفی هم فاصله هاشون با زمین خیلی زیاده. نمیشه مثل هابل تعمیرشون کرد. هابل اصلا از اول طوری ساخته شده که قابل تعمیر و ارتقا باشه. ولی تلسکوپ وب 1.5 میلیون کیلومتر از زمین فاصله داره یعنی تقریبا 2700 برابر از هابل دورتره نمیتونیم کسی رو بفرستیم اونجا که تعمیرش کنه راه حلی که به ذهن دانشمندا رسیده اینه که این تلسکوپو طوری طراحی کردن که خودش خودش رو خنک نگه میداره برای این کار از یه سپر خورشیدی استفاده شده که هم جلوی نور خورشید رو میگیره هم اون نوری که از زمین و ماه منتشر میشه این سپر از 5 تا لایه تشکیل شده هر لایه یه ورقه نازک از جنس پلیامیده که یه طرفش رو با آلومینیوم پوشوندن یه طرفش رو با سیلیکون بلندترین قسمت تلسکوپ هم همین سپره که طولش تقریبا 21 متره تلسکوپ طوری تو محل خودش قرار میگیره که سپرش همیشه به سمت خورشید باشه همین سپر خورشیدی به اضافه یه رادیاتورایی که استفاده شده به اضافه اینکه توی نقطه لاگرانژی قرار گرفته باعث میشه که دماش همیشه زیر منفی دو23 درجه باقی بمونه اینجوری دیگه تا حدود خیلی زیادی جلوی تداخل امواج فروسرخ گرفته میشه موضوع بعدی آینه های این تلسکوپه 18 تا آینه 6 سلعی ای داره که وقتی که کنار هم قرار میگیرن یه آینه بزرگ میسازن به قطر 6.5 متر قطر آینه هابل فقط 2.5 متره این آینه از جنس یه فلز خیلی سبکن به نام بریلیوم با روکش طلا پرتوهای فروسرخ که از فاصله های خیلی دور میان وقتی که به این آینا برخورد میکنن بازتاب میشن و متمرکز میشن روی این قسمت بعدش دوباره بازتاب میشن و وارد این قسمت میشن یه سوال دیگه هم که پیش میاد اینه که خب اصلا چرا این همه هزینه و سختی و تحمل میکنیم که تلسکوپمون رو بفرستیم به فاصله 1.5 میلیون کیلومتری زمین اگه رو زمین نمیتونه کارشو انجام بده جوابش اینه که روی زمین در واقع ما داریم زیر یه اقیانوس خیلی عظیمی از هوا زندگی میکنیم که جلو خیلی از پرتوهایی که از فضا میاد و میگیره اصلا برای همینه که تونستیم تا حالا زنده بمونیم ایده قرار دادن تلسکوپ‌ها بیرون از اتمسفر زمین به خاطر همینه پرتوهای فروسرخ هم تو اتمسفر زمین خیلی پراکنده میشن هم به خاطر مولکولای هوا هم به خاطر گرد و غبار و ذرات ریز آب پس تلسکوپ وب هم با یه فاصله زیاد از زمین قرار میدیم تا توی یه فضای خالی و تمیز باشه بتونه تصاویر دقیقتر و با کیفیتتری به ما بده از سی سال پیش تا الان تلسکوپ هابل کشفیات خیلی زیادی برای ما انجام داده واقعا چشم خیلی خوبی بود برامون با استفاده از هابل بود که تونستیم بفهمیم عمر جهان تقریبا 13.8 میلیارد ساله جهان چطور داره منبسط میشه چرا باید چیزی به نام ماده تاریک وجود داشته باشه با کلی کشفیات بزرگ دیگه حالا داریم به یه چشم خیلی عالی دیگه مجهز میشیم که مثل کاری که اون انجام داد اینم کلی به دانش ما درباره جهان اضافه میکنه. به نظرم چند سال بعد از پرتاب تلسکوپ جیمز وب بعد از اینکه حسابی فضا رو رصد کرد و اطلاعات مفیدی به دست آورد، طرز نگاه ما به جهان هستی با الان خیلی فرق میکنه. شما هم لطفا نظر خودتون رو تو کامنت برام بنویسید تا ویدیوی بعدی یادت باشه که بدون هیچ ترسی سوال بپرس.